گلسیا سلام، امروز من با هم یه فیلمی ببینیم که مدت هاست پیشنهاد میدید و طبق معمول من حقیقتا وقت نمیکردم بذارم. فیلم روزماریز بیبی یا بچه روزماری یکی از اون فیلمهای تقریبا اصولی توی سبک ترسناک حساب میشه و محتوای به شدت دیستربینگ و اذیت کننده داره که پیشنهاد میدم اگر شرایط رویش ندارید اصلا تماشا نکنیدش. بریم فیلم رو ببینیم. حواستون به اسپویل کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم مردی به اسم گای همراه همسرش روزماری رو میبینیم که اومدن یه خونه رو ببینن، در صورت تایید بخرنش. خب خیلی هم خوششون اومد و به یکی از اتاقا میرسن که میبینن کمد جلوش قرار گرفته. املاکی که اومد اینجا رو نشون بدم میگه خیلی عجیبه چون قبلا این کمد اینجا نبود و احتمالاً صابخونه اصلی اومده این کارو کرده. میزنش کنار و در کمد باز میکنن و توی اونم یه سری لوازمه که خب دیگه بیشتر خوششون میاد. وقتی هم که میام بیرون مشخص تصمیم گرفتن اینجا رو برای زندگی انتخاب بکنن. سکانس بعد میبینیم که جلوی تلویزیون نشستن و دارن فیلم رو میبینن که گای توی اون بازی کرده و خب میفهمیم گای در اصل بازیگره. روزماری هم به زن خونه دار و همه چی راضیه. تو خونه جدید ساکن شدن و روزماری میره به قسمت خوشرویی ساختمون تا لباس ها رو بشوره. اینجا یکی از همسایه ها رو میبینه، یه دختر جوون که میگه مهمون یکی از زن و شوهرای همسایه است، یه زن و شوهر سنبالام هستن. یه گردنبندم داره که روزماری خیلی چشمش میگیرتش، ولی وقتی که نگاهش میکنه یه بوی عجیبی از گردنبند به دماغش میزنه. سکانس بعد روزماری برگشته به خونه و میره سمت گای تا با هم رابطه داشته باشن. اینجا یه دفعه صدای زن و شوهر سمبالای همسایه رو میشنون که دارن با هم دیگه دعوا میکنن. اینا همونایی که اون دختر جوونم مهمونشون بود. دعواشون که تمام میشه شروع به خوندن یه سری ورد و جملات عجیب و غریب میکنن که باعث تعجب گای و روزماری هم میشه. آخر شب دوتایی میرن بیرون که قدم بزنن. وقتی که برمیگردن کلی مامور پلیس جلوی خونه‌شون میبینن و شوکه میشن. میرن جلوتر و میبینن همون دختری که روزماری توی اتاق خوشرو دیده بود از بالای ساختمون پریده و جون خودش رو گرفته. زن و شوهر سمبالای همسایه هم همونجا خیلی نگرانن و وقتی که با گای و روزماری صحبت میکنن میگن واقعا فکر نمیکنن همچین کاری انجام بده و هنوزم دلیلش رو نمیدونیم. بعدا مامور پلیس با این زن و شوهر سمبالا صحبت میکنه و اونا بهش میگن که دختری که جونش رو از دست داده کلا هیچ کسی رو نداشته و ما ازش مراقبت میکردیم. اما روزماری میگه چرا الکی میگید؟ وقتی با من صحبت میکرد گفت یه برادر داره که سرباز توی نیرو دریایی. زن همسایه هم میگه یکم بهش برمیخوره. خلاصه که آخر شب میشه و وقتی روزماری خوابه میریم یه کابوسی از یه راهبه میبینه که داره داد و فریاد میکنه. صبح که بیدار میشه زن همسایه میاد پیششون و میاد داخل تا بهش سر بزنه. بعدم میگه خیلی خوشحالم که خونه رو قشنگ دکور چیدی و کلا خیلی ازش تعریف میکنه. اسم این زنم ماینیه و خب با هم صحبت میکنن، یکم هم شطرنج بازی میکنن و در آخر روزماری شوهرشو دعوت میکنه که شام بیان خونهشون. یه اشاره هم میکنه که 3 بچه داشتن و همشون رفتن سر خونه زندگی خودشون. شب که گای از سر کار میاد روزماری بهش میگه شام دعوت شدیم و قبول میکنه که برن اونجا، ولی میگه که خوشش نمیاد زیاد باهاشون رفیق شیم. این زن و شوهر سمبال یکم عجیب غریبن. خلاصه که میرن مهمونیشون شروع میشه و خیلی هم بهشون خوش میگذره، استقبال خوبی ازشون میشه و گای میفهمه که این مرد همسایه خیلی آشناهای خفنی توی صنعت سینما داره. برای همینم بعد خداحافظی به روزماری میگه که باید یکم بیشتر باهاشون ارتباط داشته باشیم. به نظر من مرد میتونه خیلی خفن آینده ای منو تو زمینه بازیگری بسازه. البته که روزماری زیاد با این پیشنهاد موافق نیست، اما مجبوره کنار بیاد و یه اشاره هم میکنه که این زن و شوهر عجیبن. اگه دقت کرده باشی رو در و دیوارشون هیچ عکسی از گذشته خودشون نداشتن، انگاری همه چیز رو پاک کردن. روز بعدی میرسه و دوباره زن همسایه میاد تا به روزماری سر بزنه و یکی از دوستاش هم با خودش آورده. مشخصه روزماری هم تمایلی به استقبالاتشون نداره، ولی مجبوره راهشون بده. میان داخل و هدیه‌ای بهش میدن. هدیه‌ای که یه گردنبند کاملا بوگندو، این همون چیزی که اون دختر اول فیلم پوشیده بود. روزماری هم براش عجیبه، ولی خب به رسم احترام گردنبند رو قبول میکنه. شب شده و گای برگشته و دارن با هم صحبت میکنن که تلفنی بهشون میزنن و گای میفهمه که به لطف همون مرد همسایه یه نقش خیلی خفن دارن بهش میدن. چند روز دیگه میگذره. یه روز که روزماری داره با یکی از دوستاش صحبت میکنه بهش میگه که گای مدت اصلا به من توجهی نمیکنه، دیر به دیر میاد خونه و خیلی ناراحته. وقتی برمیگرده خونه میبینه که دقیقاً همین امشب گای کلی گل براش خریده و ازش استقبال میکنه، شام هم براش درست کرده و ازش معذرت خواهی میکنه که این مدت بهش بی‌توجهی میکرده. بعدم میگه به نظرم وقتشه که بچه دار بشی، من آمادم که زندگیمونو یه مرحله جلوتر ببریم. و خب روزماری هم خیلی از این پیشنهاد خوشحال میشه. سر میز شام نشستن که پیرزن همسایه دوباره در میزنه. گای باز میکنه و میبینه که براشون یه دسر آوردن. خب اونم میاره سر میز میذاره و روزماری شروع به خوردنش میکنه که میگه خیلی مزهش بده و یه رفعی شروع به بالا آوردن میکنه. لحظاتی بعدم سرگیجه میگیره و به کمک گای میره روی تخت دراز میکشه. حالا شروع به دیدن چیزهای عجیب غریبی میکنه. اول میبینه که کنار یه دریاچه نشسته و داره نوشیدنی مینوشه. در همین حال میبینیم که گای داره لباسهای روزماری رو از تنش در میاره.
کابوسا عجیب تر میشن. روزمار میبینه که داره حلقه ازدواجش رو در میاره و انگاری همسرش جدا شده. بعد میبینه توی یه کلیسا نشسته. یه دفعه میبینه که پیرمرد همسایه یه جا وایساده و طوفان عجیبی داره سمتش میاد. که یه دفعه خودش تو اتاق کاملا تاریک رو تخت میبینه در حالی که کلی پیرمرد و پیرزن بدون لباس دور و برش وایسادن. همسر خودش هم میبینه که بین هموناست. یه دفعه به طرفش میان و شروع به خوندن یه سری ورد میکنن. حالا یه موجود فوق العاده عجیب و غریب میاد کنارش و شروع به رابطه باهاش میکنه. اینجاست که روزمار میفهمه اینا کابوس نیست و حس میکنه همه چیز واقعیه. یه دفعه میبینه یه کشیش از طرف دیگه ای سمتش میاد و شروع به گریه میکنه و میگه ببخشید به خاطر کاری که دارم انجام میدم، این خیانت نیستش. لحظاتی بعد چشماشو باز میکنه و میبینه صبح شده و شوهرش هم کنارش روی تخت نشسته. یه سری خراش هم روی بدن روزماری یعنی با تعجب و سردرگمی میپرسه چی شده. همسرش هم میگه هیچی، دیشب با همگی فقط رابطه داشتیم و یکم وحشی شدیم، اینطوری شدش. البته که همچنان شک توی دل روزماری مونده و نمیدونه چه اتفاقی افتاده. چند روز دیگه هم میگذره و طبق معمول دوباره همسر صداش فاصله گرفته. یه بارم بهش میگه چرا انقدر رفتارت عجیب شده و خب گای میگه هیچی، فقط درگیره کارم. این وسط کم کم حال روزماری هم هی به هم میریزه و میره دکتر و بعد مدتی بهش زنگ میزنن و خبر میدن که باردار شده. روزماری وقتی اینو به گای میگه خیلی خوشحال میشه و به خاطر همه رفتاراش معذرت خواهی میکنه و میگه از این به بعد سعی میکنم بیشتر حواسم بهت باشه. خیلی خوشحال و سری میگه میخوام برم به زن و شوهر همسایه هم خبر بدم. با ذوقم میره سمتشون و این کارو انجام میده. اونا میان به روزماری تبریک میگن و زن همسایه میگه که من یه دکتر خیلی خوب میشناسم و بریم پیش اون تا حتما حالت خوب بشه. بعدم بهش میگه که اون گردنبندی که هدیه دادم حتما بنداز، اون بلاهای بد ازتون دور میکنه و خب حال خودت و بچت حتما خوب میمونه. روز بعدی هم پیش همون دکتری میرن که پیرزن پیشنهاد داده بود، یه دکتری که باز مثل همون همسایه ها کلا عجیب و غریبه. یه مجنون هم بهش پیشنهاد میده که حتما هر روز بنوشه و خب پیرزن برده برش درست بکنه. وقتی برمیگردن خونه این کار رو انجام میده. یه مدتی گذشته و خب میبینیم که روزماری دوباره پیش همین دکتره میره و این بار موهاشو کوتاه کرده. روزماری میگه چند روز درد شدید دارم و دکترم میگه که بهت میگم چی بخوری که حالت خوب باشه. شب که میره خونه میبینیم داره برای خودش گوشت درست میکنه، ولی به پیشنهاد دکتر گوشت خیلی کم پخته و انگاری اصلا خامه. دوباره میبینیم همون دوست صمیمیش هم اومده پیشش تا بهش سر بزنه و روزماری میگه خیلی عجیبه که دارم وزن کم میکنم به جای اینکه بیشتر بشه. بعدم میگه که البته دکتر به هم گفتش این چیز طبیعیه و اول وزنم کم میشه و بعد تازه اضافه وزن پیدا میکنه. وسط صحبتشون هم پیرمرد همسایه در میزنه تا سری به روزماری زده باشه و این خبر رو به اونم میدن و اونم میگه که عادیه، آره اول وزن آدم کم میشه. وقتی هم که گای برمیگره و دوست روزماری میخواد بره متوجه میشه که یکی از دستکشاشو اینجا گم کرده. هرچی هم گای میگرده پیداش نمیکنه. آخر شب روزماری میخواد بخوابه که همون دوستش بهش زنگ میزنه و میگه یه چیز خیلی مهم هست که باید حتما بهت بگم. یه آدرسم میده و میگه فردا بیا اینجا. روزماری روز بعدی به همون آدرس میره ولی هرچی ثبت میکنه دیگه خبری از دوستش نمیشه. ساعت‌ها میگذره و خبری از اون نمیشنوه و این بار به یکی از آشناهای طرف زنگ میزنه. اونم بهش خبر میده که دوستت حالش بد شده و از دیشب رفته توی کما. روزماری هم خیلی به هم میریزه و چند روز دیگه هم به همین روال میگذره. حالا بیشتر مردد و مطمئنه که یه چیزی اینجا داره اشتباه پیش میره. به خاطر اینکه یه رفعه میبینه دیگه حتی همون یه ذره هم گوشا رو نباید بپزه. کاملا دوست داره خام بخورتشون. این بار دیگه انقدر میره رو مخش که تصمیم میگیره اون مجنونی که همسایه درست میکنن رو دیگه ننوشتش. مهمونی سیسمونی هم که میگیره یه رفعه میزنه زیر گریه و دوستاش بهش میگن چی شده و اون اصلا نمیدونه که برای چی داره گریه میکنه. همین شب وقتی که با گای صحبت میکنه میگه من دیگه نمیخوام با همسایه ارتباط داشته باشم، بعد دکترم هم میخوام عوض کنم. اما گای میگه دکتر ما بهترین تو شهر و نباید همچین کاری انجام بدیم، خیلی ریسکیه. وسط همین بحثاشون یه رفعه برای اولین بار روزماری لگد زدن بچه‌شو حس میکنه و خب خیلی خوشحال میشه و دعوا رو کنار میذارن. بعدن تصمیم میگیرن لوازم سیسمونی رو برن تو اتاق بچه بچینن. اینجا آخر شب خبر خیلی بدیو میشنون. دوست روزماری جونش رو از دست داده. روز بعدی به مراسم خاکسپاریش میرن و یکی از آشناهاش میاد سمت روزماری و میگه دوستت قبل اینکه جونش رو از دست بده یک کتاب برات هدیه گذاشته بود. وقتی هم که برمیگرده خونه و میخواد کتابو باز کنه پیرزن همسایه میاد بهش سر بزنه و میبینیم که روزماری دوباره شروع کرده به خوردن همون مجنونی که پیرزن بهش میداده. وقتی که تنها میشه هدیه دوستش رو باز میکنه و میبینه که یه کتاب در مورد جادوگرهاست. دوست روزماری هم زیر یه سری جمله ها و کلمات رو خط کشیده. مثلا یه جاش نوشته شده که توی این جادویی که داره شکل میگیره یه جنین از شیطان توی بدن زن به وجود میاد. دوستش زیر اسم جادوگرهایی که همچین کارهایی رو انجام میدادن هم خط کشیده. برای روزماری عجیبه و شروع به جابجایی حروف اسمشون میکنه و میفهمه که اسم زن و شوهر همسایه دقیقاً از همین کلمات ساخته شده. یعنی زن که همون اسمش ماینی بود و مردم اسمش رومانه و فامیلیشون هم کاستوته. روز بعدی که گای به خونه بالاخره برمیگرده روزماری همه قضیه ها رو میگه و میگه من دیگه نمیخوام با همسایه ها در ارتباط باشم. همین امروزم باید از اینجا اساس کشی کنیم.
البته که گای باور نداره و فقط میخنده و میگه تنها بودن تو خونه داره دیوونت میکنه. برای همینم تصمیم میگیرم برم پیش دکتر تا ببینم واقعا مشکلی با روان این زن پیش اومده یا نه. البته که روزماری همچنان به حرفاش پافشاری میکنه ولی دکتر هم سعی میکنه اونو منصرفش کنه. بعدم میگه اساس کشی اصلا تو این شرایط برات خوب نیست و ممکنه بچت آسیبی برسونه. خب روزماری هم میگه من فقط میخوام جون بچم در امون باشه، برای همینم نمیخوام با زن و مرد همسایه در ارتباط بشیم، ولی اگه این بهش آسیبی میرسونه باشه نمیخوام اساس کشی بکنیم. دکتر هم چیزی رو میگه که یه مقدار روزماری آروم ترش میکنه. میگه به هر حال پیرمرد و پیرزن همسایه شما حالشون خوب نیستش، اونا یه مریضی دارن و شاید به زودی جونشون رو از دست بدن، برای همین نگران نباشید. همین روز که به خونه برمیگردن روزواری میفهمه شوهرش کتابی که دوستش هرگز داده بود رو انداخته دور. خب این یه مقدار دوباره شک به دلش برمیگردونه و حالا به همسر خوبش هم شک داره که شاید با همون پیرمرد و پیرزن دستش روی کاسه باشه. روز بعدی از خونه میره بیرون، اول همه گردنبندی که بهش هرگز داده بودن رو میندازه دور، بعدم یه نسخه دیگه از همون کتابی که دوستش داده بود بهش میخره و تو راه برگشت فکری به سرش میزنه. یادش میاد که شوهرش وقتی این نقش جدید رو تونست بگیره به جای یه نفر دیگه استخدام شد، به همون بازیگری زنگ میزنه که قبل شوهرش قرار بود تو فیلم بازی بکنه، مرد بیچاره‌ای که الان نابینا شده. به روزماری میگه که همسرت قبل از اینکه نابینا شم بهم یه هدیه داد و بعد همه این اتفاقا برام افتاد. تردیدهای روزماری بیش از حد شدن، لوازمشو جمع میکنه و تصمیم میگیره اول همه به دیدن یه دکتر دیگه بره. همینطوری رندوم یکم انتخاب میکنه و میره. وقتی که دکتر رو میبینه شوکه میشه. این دکتر هم یه گردنبند شبیه همونی که همسایه‌ها هدیه داده بودن انداخته و خب میفهمه اینم دستش با اونا توی یه کاسه است. این بار یار دکتری میفته که دوستاش بهش پیشنهاد داده بودن و زنگ میزنه و با خواهش و التماس یه وقت ازش میگیره. میره به دیدنش و سری تمام سرنخ‌هایی که از همسایه و شوهرش جمع کرده رو بهش ارائه میده. میگه که من مطمئنم این همسایه‌ها جادوگرن و دارن یه تلسمی رو انجام میدن که یه بلایی سر بچه‌ی من بیارن. شوهرم هم داره باهاشون همکاری میکنه. در کمال تعجب دکترم میگه حرفتو باور دارم، ولی نه به خاطر اینکه باور دارم جادوگری و این چیزها درسته و اتفاق میفته. باور من اینه که یه سری آدما انقدر روانی ان که میان کارهای وحشتناک رو به اسم جادوگری انجام میدن. احتمالم داره که همسایه‌هات یه سری مجنون و چیزهای عجیب و غریب بهت داده باشن و یه بلایی سر بچه‌ت بخوام بیارن. بعدم یه کم استراحت کن تا دارو و لوازم لازم برای بررسیت رو بیارمشون. روزماری دراز میکشه و یکم میخوابه. وقتی چشماشو باز میکنه میبینه این دکتر هم کسایی رو خبر کرده، یعنی همون دکتر اصلی خودش که همسایه‌ها پیشنهاد داده بودن همراه شوهر خودش. دکتر میاد جلوی روزماری و بهش میگه اینقدر این کارهای احمقانه انجام نده. این دکتری که اومده بودی پیشش میخواست به سر تیمارستان و با کمک من باعث شد که جلوی تصمیمش رو بگیریم. روزماری راه فراری نداره و مجبور میشه با شوهرش دکتر به خونهشون برگرده. البته که قبل اومدن تو آسانسور موفق میشه اونا رو هول بده بیرون و خودش تنهایی میاد بالا و سری میره داخل اتاقشون و در رو قفل میکنه. سریعا با تلفنش به دوستش زنگ میزنه و پیغامی براش میذاره و همین لحظه میبینیم که دو نفر پشت سرشن اومدن توی ساختمون. لحظاتی بعدم شوهرش میاد و در رو باز میکنه و پشت سرش همسایه‌ها، دکتر، کلی آدم دیگه هم هستن. دکتر میاد طرف روزماری و یه داروی بیهوشی بهش میزنه. شرایط به هم ریخته از حال روزماری بده و فقط فریاد میزنه و انگاری با بچه‌اش صحبت میکنه. میگه ببخشید نتونستم ازت مراقبت کنم، همه سعیمو کردم. چشماشو که باز میکنه روی تخته و شوهرش میاد سمتش و میگه تبریک میگم، بچه‌ام به دنیا اومد و سالمه، پسرم هستش. روزماری خیلی خوشحال میشه و لبخندی میزنه. دوباره چشماشو باز میکنه و میبینه روی تخت و یه غریبه هم کنارشه. غریبه میره بیرون، سری دکتر رو صدا میکنه و دکتر همراه شوهرش میاد داخل. به روزماری خبر میدن که بچه جونش رو از دست داده. انگاری صحنه قبلی فقط یه رویا بوده. شوهرش بهش میگه که نگران نباش، دوباره بچه دار میشیم و حالا این یکی رو از دست دادیم. البته که روزماری باور نداردش، شروع به داد و بیداد میکنه. میگه شما جادوگری، شما عوضی دارید دروغ میگید، مطمئنم بچه‌م هنوز سالمه. البته که دکتر میاد جلو و دوباره بهش یه داروی بیهوشی میزنه. چند روز به همین روال میگذره. وقتی از روزماری پرسن حال چطوره میگه بهترم و میبینیم که شوهرش اومده پیشش و بهش میگه که کارم خیلی خفن شده، تو نقشم خیلی خفن بازی کردم و همه چیز داره درست پیش میره. روزماری هم توی خودش رو زیاد جوابی نمیده. وقتی گای میخواد از اتاق بره بیرون، روزماری بهش میگه که بیشه لباستو در بیاری، میخوام شونتو ببینم. گای هم میگه برای چی؟ روزماری میگه جادوگرا اونجای بدنشون یه علامتی میذارن، میخوام ببینم تو هم داری یا نه. گای این کارو انجام میده و خب هیچ علامتی روی شونش نیست. البته که همچنان شک توی دل روزماری مونده، مخصوصا که وقتی شوهرش میره بیرون یه دفعه صدای گریه بچه‌ای رو از اتاق دیگه میشنوه. همین لحظه خدمتکاری براش دارو میاره و روزماری میگه که صدای کیه و خدمتکار هم میگه من اصلا صدایی نمیشنوه، حتما دیوونه شدی. وقتی که میره بیرون هم میبینیم که روزماری داروهایی که براش میارن رو دیگه نمیخوره و یواشکی جای قایم میکنه. شب که گای برمیگرده، روزماری دوباره از صدای گریه بچه‌ای که چند وقت میشنوه میگه. گای بهش میگه که همسایه جدیدی برامون
اومده و اونا بچه دارن، حتما صدای اونو میشنوی. وقتی که تنها میشه یاد وقتی میفته که میخواستن این خونه رو اجاره بکنن و اون کمدی که جلوشو بسته بودن. میره سراغ اونجا، وقتی که بازش میکنه چیز عجیبی رو میبینه. میفهمه که پشت این کمد اصلا دیوار نیستش، بلکه یه در به خونه همسایه است. برای همینم هم میره چاقویی رو برمیداره و یواشکی در باز میکنه و وارد خونه همسایه میشه. اینجا راهروهای کاملا عجیب و غریب با تابلوهای عجیب تر میبینه که انگاری نقاشی های از جادوگرهای مختلفن. میره جلوتر و وسط پذیرایی میبینه که کل همسایه ها جمع شدن با دکتر و آدم های دیگه که تا الان دیده بود همراه شوهر خودش. همشون دارن صحبت میکنن و میبینه که بچه خودش هم توی یه گهواره همون وسطه. همین که میره جلو وحشت فریاد میکشه و میگه چرا چشمای بچه‌م انقدر وحشتناک و عجیب غریبن. یکی از اعضای این افراد که حالا فهمیدیم یه انجمن به اصطلاح شیطان پرستن میاد طرفش و بهش میگه چشمای پدرش رو به خودش ارث گرفته. روزواره میگه اما چشمای همسر من که اینطوری نیست و این مرد بهش میگه که از شوهرت صحبت نکردم، گفتم پدر بچه‌ت یعنی شیطان. روزماری شوکه شده و باور نمیکنه و اونا بهش میگن که تو بزرگترین افتخار دنیا نصیبت شده و تونستی بهترین آدم رو به دنیا بیاری. روزماری شوکه شده و رو زمین میشینه که شوهرش هم میاد کنارش و بهش میگه نگران نباش، قرار کلی بهمون پول بدن و همه چیز قرار درست شه. روزماری هم با عصبانیت تو صورت همسرش توف میکنه. بقیه اعضای اینجا هم شروع به خوندن وردهای عجیب برای تشکر از شیطان میکنن. صدای گریه بچه دوباره بلند میشه و این بار روزماری میره طرفش. عضو انجمن بهش میگه که بیا جلو نترس، تو به هر حال مادرش رو میتونی ازش مراقبت کنی. روزماری میره جلو و با دیدن بچه‌اش این بار نمیترسه. لبخندی روی لباش میاد و انگار این تقدیر رو میپذیره و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. سهرم آورد جلوم دستشو گفت میخوای موفق شی خونه بچه بخور. رفقا قبل از شروع بررسی فیلم میگم که آهنگ هولیوار یا جنگ مقدس یا آهنگی که تقریبا سبک ترسناک داره از گروه جنرالز پخشش کردیم. لینکشو این بالا میذارم، خوشحال میشم گوش بدید، چند تا کامنت هم بذارید تا ویدیو یه مقدار دیده بشه. آهنگی که خیلی از حرفا که توی ویدیوها میذارم واسه کردم توش به زبون میارم. روزماریز بیبی علاوه بر محتوای خشنش، خب یه چیزی تو بطن خودش داره نشون میده و اینه که یه مادر برای مراقبت از بچه خودش حاضر تا کجاها بره و دست به چه کارهایی بزنه. مادری که حتی جون خودش هم براش کم اهمیت میشه و اصلا براش مهم نیست که بهش میگن بچه‌ت بچه شیطانه فلان بیزار این کارها رو میخواد انجام بده. بازم هدف والا و اصلی خودش اینه که بتونه امنیت اون رو تضمینش بکنه و این یه چیزیه که تو واقعیت هم میبینیم. یعنی میبینید که یه سر به زندان ها بزنید، طرف بدترین کارها رو انجام داده، براش بدترین حکم ها هم بریدن، باز مادرش میاد اونجا جلوش میشینه، اونو در آغوش میگیره و میگه که تو همه زندگی منی و من میدونم تو بیگناهی، با اینکه هزاران بار اثبات شده که اون بچه گناهکاره. به چشم یه مادر هیچ وقت این دیدگاه تغییر نمیکنه و اگر که به همچین طرز فکری نرسیدید و فکر نمیکنید که بتونید به یه نفر تا این حد اهمیت بدید، قطعا آماده این پدر و مادر شدن نیستید و نمیتونید در کسی خوبی باشید تو این زمینه. باید به این دیدگاه درست برسید و بفهمید که مهم نیست که دنیا چی میگه، مهم نیست بچه شما چه کارهایی انجام داره، در چه حالتی قرار گرفته، باز اون بچه شماست و باید همیشه اولین اولویت خودتون باشه. فیلمش هم در زمینه حالا داستان اصلی و سبک ترس و که چیزی نیست بخوام اضافه بکنم، تقریبا داستان سر و تهش کاملا مشخصه، طوری نیست که جای شبهه و شکی به وجود بیاره و فکر می‌کنم قشنگ درکش کرده باشید. یکی از مهمترین نقاط قوت این فیلمم سبک فیلم برداریش و نویسندگی قشنگشه. پلات هایی که پشت هم دیگه چیده میشن قشنگ ما رو به همون پایان نهاییش سوق میدن که گرگ و پر آدم میریزه. تو سبک دیستربینگ بودنشن خب به خاطر فیلم برداری که انقدر قشنگ ما حس بدو از فیلم میگیریم. فیلم برداری میاد تمام میمیک های مختلف، تمام دیالوگ ها، هر چیزی رو به یه شکل خیلی خاصی فیلم برداری میکنه و به ما نشونش میده. در کل خوبه که این فیلم های اسطوره‌ای توی سبک ترسناک رو ببینید تا ببینید که چه فیلم های بعدها ازشون ساخته شده. خوشحال میشم اگه فیلمی رو میشناسید که میشه گفت از روزماریز بیبی الهام گرفته رو حتما توی کامنت ها برام بنویسید تا ببینم اگه تو کانال نذاشته بودن دوباره معرفی بکنمش. مرسی واسه حمایتتون، یکم هول بدید بریم واسه 11000 تا الان 10300 تا شدیم. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. روزتونم گلاسیک.